بیا هم ښه راغلاست دوستانو، اختر مو مبارک سه. او په دې برخه کې هم موږ میلمه لرو، دروند او با عزته میلمه مو ده چې توانجان تاسو. بله استاد، فضلی آماش رو در کنار خود داریم، شما آشنا هستین با برنامه هایش، با صحبت هایش و سخنانش. برنامه اقره برنامه ای بود که هست که آقای آماش در او برنامه هستن و به پرسش های مردم پاسخ میتن. بازم سپاسگزار شما که پذیرفتین در اول صبح با ما و برنامه، یعنی برنامه گلبانگ باشین و در مقابل مخاطبان من. امیدوارم از شما ساعت خوب برخوردار باشین. سلام باشین. من یکم چای گرفتم، فکر میکنم گلولم گرفته. خب استاد، من پیشتر یک سوال در قسمت لباس داشتم که چرا باید در عید لباس های مفشن بپوشیم. حالا میاییم سر ارزش و جایگاه عید فطر یک صحبت عمومی داشته باشین، بعد در ادامه پرسش های بعدی رو شریک میسازم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با عرض سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و پیش از پیش عیدی سعید فطر و شما و همه هم بیهنان عزیز تبریک میگم. اعیاد در اسلام، عیدها در اسلام در مجموع متفاوت است با تمام عیدهایی که در دیگر مکاتب و دیگر ادیان و دیگر بارها و دیگر مذاهب و خلاصه در هر تمدنی که یک عیدی وجود داره، عیدی که در اسلام است با اونها تفاوتهای بسیار جوهری و بنیادین داره. نخستین آنچه که شما متوجه میشین، عید در اسلام پایان یک عبادت است. و از این رو عید تجلیلگاه تقوا و طهارت و پاکیزگی است، نه مظهری از مظاهر فساد و بهانه برای لجام گسیختگی و گسستن از بندهای ارزش ها و معیارهایی که جامعه انسانی را ارزشمند می‌سازد. و عید در اسلام مظهری از مظاهر و نمادی از نمادهای همبستگی و همدلی هست. نمونهش ما و شما صدقه فطر داریم. بله. صدقه فطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اغنوهم عن الطوف فی مثل هذا اليوم، از گردش کردن دنبال یک لقمنان اونها را در این روز بینیاز بسازین. حتی شما میبینین که پیش از زکات صدقه فطر در سال دوم هجری واجب میشه بر مسلمانان. این خودش وقتی که شما در عید سعید فطر میپردازین و او هم باید پیش از رفتن به نماز عید فطر پرداخته شود. و یا مثلا شما در عید قربان وقتی قربانی میکنین، یک بخش از این گوشت باید برای فقرا و نیازمندان توزیع بکنین. این عمو جلوه انسانی بودن و همگرایی بودن عید در اسلام است که در واقع تحقق بخش عمو شعاری هست که سعدی او را خلاصه میکنه: بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی، خدا شاهد است که نشاین نهن نامت آدمی. خیلی ممنون استاد. من میخوایم برای استاد چایم بریزم که فراموشم نشه. بعد استاد، چرا ما اجازه نداریم که پیش از نماز عید که خوانده میشه یا اجرا میشه عید را تبریکی بگیم؟ آیا درست است یا ای که نه؟ اگر سوال من درست متوجه شده باشین، من از دیشب و حتی دیروز عصر پیام های تبریکی ایدی دریافت میکنم و معمولا همه دوستا و همکارا پیش از اینکه دفتر را ترک کنیم دیروز برای هم دیگه عید مبارکی کردیم و امروز صبح به همین ترتیب. به نظر شما مشکل نداره؟ نه، مانعی وجود نداره. ما عمدتا عرف این است که نماز عید که خوانده میشه در واقع دمو عید آل آغاز شد دیگه. بله. بعد از امو شروع میشه تبریکی عید. اما یک چیزی را که پیشتر شما با هم صحبت کردین و شنیدم که میخوام تصحیح بکنم که پیش از نماز عید نباید چیزی بخوریم، این عرف نیست، این مسئله شرعی است، اما در عید فطر نیست، در عید قربان است. در عید قربان است. فکر کنم حتی تا ساعت های 12 بجه یا 1 بجه چون... میتونیم روزه هم میگیریم، درست است؟ بله، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم با امو چیز افطار میکردن. و اصل قضیه است که
شما در عید قربان هم روزه دارین. بله. یعنی در روز البته فرضی نیست، یک روزه نفلی هست که پاداش بله. داره. بعد از اون پیام مثلا با او افطار میکردن، اما در عید سعید فطر پیامبر صلی الله علیه و سلم تا چیزی شیرینی نمیخوردن بر عید فطر نمیرفتن. جالب. و او هم خرما که سر میز شما نیست متاسفانه، و سنت هم یه است که خرما تاق خورده شود. آها. نه چوز جوخ زغارم یو پشتنه و کما استاد مفدرم موش باید دیدین مخی چی اختر مبارکی ورکو یا اختر پیل کو کوم کارونه مشته یا یو مسلمان ته واجب دی چې هغه تر سره کی چې هغه اختر شپر ځای شي؟ خب اول خدا را شکر که من فهمیدم سوال شما را. واجب خونه آدابی که چون آداب. اصلاحات در دین یک مقدار مسئولیت داره. بله. و آدابی که در عید یا در عیدها هست اول پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه هست، بعدش هم غسل کردن است، مسواک زدن است و عطر زدن است البته برای مردا. این زن ستیزی نیست دیگه، همینطور هست. میدانیم مصطفی دیگه رفتن به عیدگاه هست و یکی از کارهایی که باید شود وقتی ما به طرف عیدگاه میریم در عید سعید فطر بسیار آهسته با خودمان تکبیر گفته بریم. و بعضی چیزهایی در دین هست که آدم طبیعتا نمیتونه که بفهمه چرا. مثلا یکی از چیزهایی که از راهی که شما به مسجد میرین پس از او راه بر نگردین، از راه دیگری بر بگردین. پیامبر چنین میکردن. حالا که چی فرزانگی هایی در فراسوی این وجود داره خدا میداند. صدقه فطره که باز ما تکرار میکنم برای از اینکه واقعا اگر ما انسانیم، حتی اگر مسلمان نباشیم، برای از اینکه ما انسانیم در یک بخصوص در یک جغرافیای درد زندگی میکنیم، در یک جغرافیای پر از محرومیت زندگی میکنیم. همه میهنان عزیز ما که الحمدلله مسلمانن، نماز خواندن، روزه گرفتن، می صدقه فطر تانه بپردازیم. و یک چیز دیگه که میخوام به صدقه فطر بگم، یک فهمی اشتباه شده که اگر اجازه باشه که چون شاید کمک شما برای 100% صد بفرمایید. ما یک در صدقه فطر یک نیم پیمانه گندم داریم، بلد. یک پیمانه خرما داریم، یک پیمانه کشمش داریم، اینی چیزا داریم. و در اون زمان و در جغرافیایی که پیامبر زندگی میکردن گندم بسیار قیمتی بود. بلد. یعنی نیم پیمانه گندم معادل یک پیمانه خرما میشد. حالا ما اونمون نیم پیمانه گندم هم کم گرفتیم، تقریبا نیم پیمانه گندم 2 کیلو و 250 گرم گندم میشه که امور را میپردازن بس. اما خرما را فراموش کردن، کشمش را فراموش کردن که قیمتی از این را در محاسبه بگیرن. یعنی تو کردکی میخوام بگم که ما اگر خرما را در نظر بگیریم، اگر کشمش را در نظر بگیریم، اینها را در نظر بگیریم، تقریبا حدود فی نفر 700 افغانی میشه. 700 افغانی. این اگر کسانی از ما که همت دارن و توانمندی دارن اگر این را در نظر گرفته این گونه بپردازن، میتونن یک بخشی از مشکلات مردم را حل کنن، از شهروندان ما را حل بکنن. دقیقاً. استاد صحبت ها شیرین هست در این موارد، ولی حالا میم سر ازی که برنامه اقرا آن چیزی که شما میخواستید همونطور ادامه پیدا میکنه یا خیر، و مهمترین مورد گاه براتون شده که سخت تمام شود جواب دادن بر پرسش در برنامه اقرا؟ خب ما در مدرسه یک گپ داریم، میگم ملا آن است که خب نماند. یعنی ملا کسی است که خاموش نمی باشد در برابر یه جگپی. خب آدم چیزهایی میگه ولی بدون شک بسیار سخت است. بله. و او هم در یک جغرافیای مثل افغانستان که قبول نمیکنن که انسان میتونه اشتباه کنه و حساسیت ها خیلی زیاد هست و کوچکترین اشتباه شما را میتونه او هم با این مظهری که ما دارم با این بیریشی سرلوچی خودش یک مصیبت کلان است. بله. حتی گاهی اوقات سختترین مسئله‌ای که ما با او مواجه شدم که بسیار برام دردآور بوده فهم غلطی کلام شما بوده. آها. مثلا یک وقت کسی در مورد ریش از ما پرسان کرده، ما گفتیم که ریش سنتی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. بله. اما ما یک عالم مشکلات دیگری داریم. بعد آمده یک آدم گفته تو با سنت پیامبر توهین کردی. من شخصا اگر مسلمانم نباشم محمد ابن عبدالله را دوست دارم. من کتابی دارم در مورد حضرت پیامبر خورشید آزادی. ما عاشقانه برای پیامبر نوشتم. من دوست دارم، مثل که یک آدم معشوقه ایش دوست دارم، محمد ابن عبدالله را دوست دارم.
برای ما یکی دیوانه و شهیدای محمد ابن عبدالله است میگه تو توهین میکنی، نه بسیار درد آور است. پس سخت تمام شده و همینطور بعضی وقتا سخت و بعضی نجات میشه. بعضی اوقات شما وضعیت مردمتون وقتی که میبینین بسیار درد آور است، گاهی میگین بگرین، گاهی میگین بخندین. ما یک چیزی که چون عیدم هست، یکی از این خاطراتی که در اقراس کردن بگم، یک روزی یکی از ولایات افغانستان یک کسی زنگ زدن، دقیقاً یادم نیست فکر کنم ولایت هلمند بودن، گفتن که با امو شدت حدت بسیار تمام بود، گفت مولوی صاحب ما خوشویم 20 سال شده که خسرو مرده عروسی نکرده، حالا میخواد با یک کسی ازدواج بکنه، به خاطر از این نفری جان مقابل با ازدواج میکنه که امو زمین و ملکیت جایداد از این را با دوست بیاره. خب مادا حالا اتفاق کردیم که خوشوی خود بکشیم با همی زبان؟ آها، و سوال این نبود، سوال از من این بود که رمضان بود، مولوی سه میشه که ایردم این رمضان بکشیم ما؟ متاسفانه خب گفته شما بعض وقتا آدم میمونه بخنده، بعض وقتا یعنی میمونه که گریه کنی. دا پیژم چې دا خبره یو څه حساسیتونه پیدا کوي، دا په دې معنا چې کېدای شي داسې ستونزې وي د ځمکې په سر سیمه کې، ما هلته ژوند کړی ده، موجه زندگی کردیم، هلمند، قندار، زابل، غزنی، این ولایت، ولی ما چون این قسم یک چیز بسیار به ما جالب بود که خود دیگه برنامه تقریبا 3-4 رمضان پیش بود دیگه که مجموعه پرسش ها، خب در عموم نمیگم به خاطر ازی که سال های زیادی میشه، ولی در روزی که برنامه دارین شما در حدود چند پرسش مشخص جواب میتین و بعدش برمیگردیم ای که همیشه از شما سوال شده، امروز هم از شما سوال میشه، ولی من میخوام یک سوال متفاوت تر داشته باشم بعد ازی که جوابتان در مورد تعداد سوال ها گرفتیم. تقریبا حدود 18-17 سوال با صورت متوسط میاد. درست استاد، در مورد خودتان و خانوادهتان بیشتر بر ما بگین. چند فرزند دارین و کدام یک بزرگتر هست و زندگیتان، زندگی شخصیتان کم اطلاعات بدین. سخت‌ترین کار ما گمان کنم این است که انسان در مورد خود صحبت بکنه و گاهی آدم به قول سعدی به طاووس میمانه. طاووس هر کس زیبایی بیرون شه میستایه، اما از پای زشتش کس خبر نداره. سعدی میگه طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند و او خجیل از پای زشت خویش. من یکی از بندگان خدا در یک جغرافیای پر از محرومیت و درد به نام بدخشان، در یکی از کوه پایه ها هنگامی که سال دومی تهاجم روسا بر افغانستان بود تولد شدیم در دامنه یک کوه، و بعد 4 ساله یا تقریبا یا بیشتر بودیم که مادرم وفات کردن و بعد مادری دیگریم وارد زندگیم شد که خداوند نگهشان داشته باشه و هر چی هست از فضل از اینا هست، و ازدواج کردیم، یک دختر دارم و دو تا پسر دارم، خدا رو شکر. فاطمه رو میسا دخترم هست و ابوبکر و عمر پسرایم هست. فاطمه رو میسا. من فکر کردم فاطمه و میسا گفتین، دو تا دختر شد، باز گفتم استاد که گفت یک تا دختر. به هر صورت خیلی ممنون که در این موردم اطلاعات دادین استاد. فکر میکنم که فرصت ما کم هست، باز هم سپاسگزارتان که در برنامه حضور پیدا کردین. فقط سوال آخرم بری بود که مردم بیشتر با شما آشنا شوه، و ولی ای که در مورد عید و فضیلت عید و همینطور فطر صحبت کردین، خیلی سپاسگزار شما. خواهش میکنم. بازم ممنون. در پایان اگر صحبت خیلی کوتاه با مردم داشته باشه. همیهنان عزیز، شهروندان بی بضاعتتان را فراموش نکنید. ممنون شما استاد. سلام. ممنون. سلما جان؟ اوز هم یو گزارش لرو ده میلی جانینا، نو څنګه د چوی ګورو حتما بریم گزارش تحلیل کنیم. زه ته مشکل پدې لرم چې دا ګوښه کې به څه سویږي. گزارش مرتبط به ایت در مورد میوه خشک آماده ساخته تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم. هموطنان عزیزم، عیدتان مبارک. امروز عید هست و مطمئن هستم که سرشار از لبخند و خوشی هستین که همیشه باشه، و یک سلام گرم و جداگانه دارم به همکارای بسیار خوبم که در استیدیو هستن و زحمت میکشن در این روز عید تا ای که بهترین برنامه را براتون تقدیم کنن، و
اما من میلی افغان امروز آمدیم در بیرون تا اینکه به خانه یکی از نماینده های پارلمان و عید مبارکی بریم ببینیم که چگونه عید را تجلیل می کنند. شاید به ذهنتان سوال خلق شده میشه که مردم های عادی خوب همیشه عید مبارکی شان دیدین رفتین و اما شاید فکر کنین که وکیلای ما چگونه عید آغاز می کنه و عید را تجلیل می کنه. حال امروی همکارای بسیار خوب و میریم به عید مبارکی خانه آقای گل احمد نورزاد نماینده مردم نیمروز در پارلمان که امیدوار هستیم تا آخرین دقایق گزارش همراهی بود. سلام عید مبارک وکیل صاحب. سلامت باشین. تشکر از اینکه تشریف آوردین. یک جان سپاس قدم شما رو چشم. من ایام گذشته عید سید فطر و شما و همکاران بخش تکنیکی شما و همچنان از طریق تلویزیون پربیننده یک به تمام مردم افغانستان و مسلمین جهان عید تبریک میگم. از خداوند منان استعداد دارم که طاعت عبادت مردم افغانستان و در مجموع مسلمین جهان را مورد قبول خود قرار بده. از برکت طاعت عبادت مردم افغانستان انشالله که در وطن ما در کشور ما صلح دائمی برقرار بشه. سلامت باشین وکیل صاحب. خیلی خوشحال هستیم از اینکه امروز مهمان شما هستیم. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. قدم شما رو چشم. وکیل صاحب برام بگین رمضان چه قسم سپری کردین؟ با ماه رمضان یکی از ماه متبرک است، ماه نزول قرآن است، ماهی است که مسلمین جهان به خاطر ادای فریضه رمضان آمادگی میگیرند و این ماه ماه مغفرت است، ماه رحمت است، ماه بخشش گناهان است، ماه پشیمانی از اعمال که در طول سال انسان از طرف انسان یا عمدن یا سهوًا یا سر میزنه اعمال که مرتکب گناه میشه. در این ماه مغفرت است که خداوند مورد عفو قرار میده اگر بنده واقعا از ته دل به روزه باور داشته باشه و روزه را به شکلی که خواست خداوند است و شکلی که ایجاب میکنه باید بگیره، نتانه با خوردن و نوشیدن ما ممانعت ایجاد کنند. ولی ما باید اخلاق ما، رفتار ما، گفتار ما، برخورد ما با همسایه، با محیط، با مردم، با اجتماع، با جامعه، با ماکینین باید همه در رمضانی باشه. بله. و بیشتر در نیمروز می باشیم وکیل صاحب در کابل. خب من وظیفه را ایجاب میکنم چون مسئولیت وکالت موضوع مجلس نمایندگان است و اینجا باید ما در جلسات هفتوار و روزمره پارلمان ما باید حضور فعال داشته باشیم. در مسائلی که در پارلمان مطرح میشه، در تصمیم گیری های ملی که به خاطر سرنوشت مردم افغانستان است، اگر تصویب قانون است، اگر تعدیل است و اگر غیر مسئولیت هایی که مربوط به کوی مقننه افغانستان است و ما باید حضور فعال در پارلمان افغانستان داشته باشیم. ولی با مردم خدا شکر تکنولوژی پیشرفت کرده، ما هر لحظه هر کوچکترین موضوعی که در ولایت ما پیدا میشه از طریق شبکه های ارتباطی با ما موضوعات رسانده میشه و از اینجا امرای مردم خود در تماس هستم. میاییم این که روزهای عید چگونه سپری میکنن؟ فامیلتان در کنارتان هست، در کابل میباشد، در امروز میباشد و یا بیرون از کشور میباشد. قسمه که ما اینجا دیدم نام خدا نواسرکایتان بسیار همونتون مقبول و معدب و دیگه فامیلتان هم میباشد کنار. بله بله، من تقریبا اضافه تر از نیم خانواده اینجا همراه خودم زندگی میکنم. من خانم، پسر کلانم، دخترم، نواسر دیگه یک و دو سه فرزندم که در خارج از کشور اونام به خاطر پیشبرد کار امورات تجارتی ما در این نزدیک هاست، خیلی دور نیستن. اونا در دبی امارات متحده عربی زندگی میکنن که اونام خوشبختانه همین لحظه رسیدن به کابل که همون مراسم عید یا روزای عید در کنار ما و در کنار تمام اعضای خانواده ما یک جا با هم ایام عید سپری بودیم. بسیار خوب وکیل صاحب. و یاد کردین از مسائل تجاری، قسمی که ما آگهی داریم شما تجارت شخصی هم دارین، ما شستانه چی میکنیم وکیل صاحب؟ من
گرچه موضوع رو من چندین بار از طریق رسانه هم گفتم و در فضای مجازی هم موضوع پخش شد، اکثر هموطنان ما از این موضوع اطلاع دارم که من در زمان کمپین بر مردم خود تعهد سپردم که من ماشی که از آدرس پارلمان برای من تعلق میگیره او را من به خاطر ازی که من بتانم برای جامعه معرف، برای جوانای افغانستان، برای مردم از سرزمین کمک کرده باشم بتانم یا در امر امران کشور، پیشرفت رفاه کشور و آوردن سهولت و آرامش برای مردم خود بالاخره من یک سهم ادا کرده بتانم. من ماش خود اختصاص دادم پنج سال ماشه و پنج بول سوالی ولایت نیمروز. حالا بستگی به نیازمندی خود و تصمیم خود مردم از اون منطقه داره، چون کونا اگر مکتب نیاز داشت، کلینیک نیاز داشت، مسجد نیاز داشت، به هر مورد کونا نیاز داشت، ما شما برای اونا اختصاص داده میشه. ملی عزیز پیش دستی کرده از همه کده، از همه گی کده و رفته عید مبارکی و من پوزش میخوام که پیش از نشر ای بسته گفتم که بسته در مورد میوی خشک بوده، ولی خب بیاد دارم که ملی رفته بود میوی خشک فروشی و یک چند چیزم برام آورده بود، از اون خاطر فقط همون بیاد مانده بود. ملی عزیز رفته بودن مهمانی خانه آقای البته وکیل ولایت نیمروز گل احمد نیمروز نورزاد. اوس هم یو خبر غواړم یاد وری وکم توانجان مونږ دینه مخکې چې غواړو اختر ولمنځو اول د غزلونو مو لکینې نه لقست نه پاکو او په ډیر خوخه باندې جانب مقابل سره اختر مبارکي ورکو. زه خو په دې عقیده یم او زیات باید په دې فکر کې یم چې همیشه باید موږ کینه چا سره ونه لرو، کدورت ورته وای دری کې دوایت ونه لرو. درست. خب یک میان برنامه میگیریم بینندای عزیز و تا شما برمیگردین من یک کافی درست میکنم که بتونم تمرکزم بیشتر داشته باشم. میان برنامه.